بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، وقت همگی شما بخیر. اعضای خانواده بلگی آکادمی خوش آمدیم دوباره در ادامه درس ها. امروز جلسه 19 درس ما هست، پروگرام ورد. خب بریم پروگرام ورد را باز بکنیم. پروگرام ورد جلسه قبلی ما آمدیم تا قسمت میلینگ را خوانده بودیم، و در این جلسه هم قسمت میلینگ را شروع میکنیم. میلینگ بچه جایی هست که شما به خاطر بعضی کارتک جور کردن ها، بعضی لیبل جور کردن ها و همچنین و بعضی ای که مثلا شما میخواین تقدیرنامه ها را این چیزها را جور بکنین، از این قسمت از میلینگ ترتیباتش از یک قسمت انجام میشه. خب میلینگ میلینگ آمدیم. میلینگ اولین بخشی که داره در قسمت میلینگ انولوپس بچه. انولوپس چی است؟ انولوپس از یک قسمت شما پوش نامه را جور میکنین. پوش نامه را از یک قسمت شما چی میتونین جور کردن میتونین. خب در روی انولوپس وقتی کلیک میکنین چی میشه؟ این صفحه هم باز میشه. یکی چی گفتم اما دلیوری آدرس، یک دلیوری آدرس استفاده شد. دلیوری آدرس چی آدرس؟ آدرس تحویل دهی به کجا نامید مثلا چی میشه؟ تحویل دید، تحویل داد میشه. ما میگیم چی؟ مثلا کراچی پاکستان. کراچی پاکستان این شد آدرس چی؟ دلیوری آدرس. و بخش بعدی چی؟ ریتورن آدرس. ریتورن آدرس چی رو میگه؟ ریتورن آدرس هم که جواب در کجا برمیگرده دیگه، از کجا ارسال شده نامید، از کجا ارسال شده. ریتورن آدرس مثلا میگم که کابل افغانستان، از کابل افغانستان ای چی شده؟ ارسال شده. خب این بخش ها انجام شده از این قسمت ای کار ها. خب به این در اینجا چی گفته؟ حالا در این قسمت اگه ببینید این بخش چی در روی ای بخش کلیک بکنید و چی در روی آپشن کلیک بکنید فرقی نداره. ما در روی همین بخش کلیک میکنیم و اینجا صفحهش به ما چی میشه؟ باز میشه. صفحهش در اینجا باز شد. از اینجا سایزش انتخاب میکنید که سایزش خب سایزش میگه چقدر باشه که معمولا سایز پوش نامه را 10 انتخاب میکنه. همین سایز 10 انتخاب میکنیم و در این قسمت میگه که چی فونتش میگه که چی باشه. دلیوری آدرس هم آدرس تحویلی مثلا فونتش چقدر باشه. فونت استایلش از اینجا انتخاب میکنم میگم که چی باشه، ایتالیک باشه، فونتش 20 باشه. اوکی و در اینجا با ما چی میگه؟ میگه که از طرف لفت از طرف چپ چقدر فاصله داشته باشه. میبینین از طرف چپ هم چقدر فاصله داشته باشه، از طرف تاپ از قسمت بالا چقدر چی داشته باشه فاصله داشته باشه. خب این کارا رو ما از این قسمت چی کده میتونیم انجام داده میتونیم. و حالا خب باشه نه، قسمت فونت کالر رنگش هم تغییر داده میتونیم که شما برین چی کنین رنگایش هم تغییر بتین. از اینجا میریم رنگش هم میگم که یک رنگ داشته باشه، اندرلاین هم داشته باشه یا نداشته باشه که نمیگیریم. و از اینجا بعضی استایل ها داره که از استایل ها انتخاب کردین، از این هم انتخاب کرده میدونیم استایل هایشانه. خب در همین قسمت میگم مارک و ای را میگم چی؟ اوکی. میبینیم کراچی پاکستان دلیوری آدرس ما به این صورت جور شد. خب باز بخش بعدیش ریتورن آدرس ای را میتونید که برین فونت و استایلش چی کنین تغییرات بیارین. میگم که فوندش 18 باشه، از نوع بولد باشه، رنگش به چی صورت باشه. رنگش رو میگم که سبز باشه. اوکی چی؟ اوکی ببینیم کابل افغانستان این دو تا به این صورت آمد اضافه شد. و حال شما چی میگین؟ اد تو داکیمنت، به داکیمنت بگی اضافه کن. خب و چی میگه؟ بگه do you want to save the return address as a default به عنوان یک the new return. میگم بله. و حال سعی کنین همون چیزی رو که ما میخواستیم چی شد به ما جور شد. به این صورت شما یک پوش نامه رو جور میکنین که پوش نامه خواسته باشین جور بکنین. من به این رقم پوش نامه چی میکنین جور میکنین. بخش بعدیش گفته چی؟ لیبل. لیبل چی کار میکنه بچه؟ لیبل همی کارتکای خورد رو شما دیدین دیگه، بعضی کارتکای خورد حالا که از جور میکنین از این قسمت لیبل جور میکنین. به این قسمت لیبل کلیک بکنین، لیبل رو کلیک میکنین و اینجا چی میشه؟
ده اینجا چه مهم چیزی رو که میخواین تایپ بکنید. فکر کنید که ما به خاطر یک امتحان داریم، امتحان هفته ایست و در این امتحان هفته ای کل شاگردای خودم مثلا ما میخواییم. خب و اینجا این امتحان هفته ای برایشان ما چی میتیم؟ کارت میتیم برایشان، میگم که نامش باشه، فادر نیمش باشه، فادر نیمش باشه و چی؟ آیدی نمبرش باشه و چی؟ کلاسش باشه. ایناش میگم که تایپ شوه، نوشته شوه. همین تا کارتا که میگم که ما با اینا میخواییم که جور بکنم. خب و این چیزایش ها که شما آمدین زدین و یه جوشت فول فول پیج آف ده سیم لیبل، همه صفحه که میگه کل همتی یک رقم لیبل داشته باشه، چی سینگل لیبل یا که سینگل لیبل. و اینجا شما رو کالام هایش چی میکنین مشخص میکنم، میگم کل صفحه یک رقم لیبل چاپ شده دیگه. و در روی ای بخش کلیک بکنین دوباره، در روی ای بخش کلیک میکنین ای بخش ای صفحه باز به با ما میایه. این صفحه که باشم با ما آمد، از اینجا شما انتخاب میکنید که در یک صفحه چند دانه چاپ شده. میگم در یک صفحه دو دانه چاپ شده یا در یک صفحه چهار دانه چاپ شده، در صفحه باز دوباره چهار تا چاپ شده که میبینید هر کدامشون تکرار به صورت تکراری هم آمده، به صورت تکراری چاپ شده. یا من میگم 30 دانه در یک صفحه چاپ شده، اما میبینید که دو تا 30 صفحه در یک صفحه، کدام بالای رو انتخاب کنم یا پایین رو انتخاب کنم؟ سعی کنید اگه بالای رو من انتخاب میکنم، اینجا اندازه به من میگه. اولی را که انتخاب کردیم هایتش گفته 2.63 و ویتش گفته چند؟ 1 درجه. یعنی قدش باشه 2.63 درجه و عرضش باشه 1 درجه. ولی بعدی را که من انتخاب میکنم قدش 1 درجه است و ویتش 2.63 درجه است. یعنی به این معنی که این یک دومیش لندسکیپ است، لندسکیپ است و اولی پورتریت است. حالا ما شکل لندسکیپش ما انتخاب میکنیم، میگم چی؟ اوکی، شکل لندسکیپش آمدیم انتخاب کردیم و میگم چی؟ حالا نیو داکیومنت، یک داکیومنت جدید میگیری و چی یا چی میکنی؟ پرینت میکنی. دیم اینجا خب ها پرینت نمیگیری میشه. خب پرینت گرفتیم پس پاکشت. خب دوباره میمیشتم میکنم، میگم که نیم باشه فادر نیم، آیدیش و چی؟ کلاسش باشه. از این قسمت هم که میام اندازش میگم 30 تا در یک صفحه چی شو و ما چاپ شو. خب ایره گرفتم همه چی میگم نیو داکیومنت، در این داکیومنت ما چی میشه ای؟ البته ای فقط هر بار که چی میشه در یک داکیومنت جدید به ما چی میشه در جور میشه، در یک داکیومنت جدید نه به ما جور بکنه. خب میبینین 30 تا از این لیبل ها یا کارت ها با ما چی کرد؟ ساخت. همین لیبل ها یا کارت ها خب یک جدول دیگه میبینین، یک تیبل جور شده. همون دو تا تب دیزاین و لیاوت که در تیبل به ما جور میشد، همونا در این قسمت هم چی شده؟ جور شد. که این کارها رو ما از قسمت انولوپس و چی لیبل ها انجام میدیم. و قسمت بعدی میلینگ که میمونه از اول تا آخرش، ای باید کلشان در یک جلسه کار شود که ما در جلسه بعدی کار میدیم، چون کلشان به هم دیگه ربط داره، در یک جلسه باید کار شود. و این دو تا بخش در یک جلسه کار شد. این قسمت را جلسه بعدی کار میکنیم انشالله.